به نام یاد خدا سلام درود خدمت شما هموطنای عزیز، آرزو میکنم هر کجای دنیا که هستین جور صحتمند سر حال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و خبرهای خوش روز هفته آغاز کرده باشین. ما تنها نیستم، امروز همکارم هیله جان همراه ما هستن. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز در برنامه حضور دارن. سلام هیله جان، صبحت بخیر، خوش آمدی به برنامه. ډیر زیات تمنا کوم رحیمه جان، سلامونه تاسو او همدارنګه د ژوندون رادیو تلویزیون ټول اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه. هیله جان ټول برخه جوړ سي، سهار مو هم په خیر شه او همدارنګه رحیمه جان په لومړي سر کې غواړم دال ګوزي سره هم ډیر زیات تمنا نه وکم. دا چې د خبرونې لومړی برخه تاسو ته وړاندې کړه او همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې زه رحیمه جان تاسو سره درنو کتونکو زما هغه کم لږ څه ناست دی، لږ شان مریضه هم یم، خو بیا هم یعنی غواړم چې ستاسو سره کښېنم، یا ومې غوښتل چې ستاسو سره په خپرونه کې کښېنم، او ځکه چې دا څو وخته مې یوازې پرېښي وای نو مې ونه غوښتل چې تاسو یوازې پرېږدم. او همدارنګه خدای دې وکړي تاسو ټول به روغ جوړ اوسېږه، او همدارنګه یو سلام هم د راډیو اورېدونکو ته. رحیمه جانې ستا دې هم سهار په خیر وي، او درته ووایي چې دفتر ته سلامت باشی هیله جان، صبح خودتان بخیر. از اینکه ما دفتر آمدم خودت دیدم بسیار زیاد خوشحال شدم. شفا باشه، مریض هستی، چند روزی که نبودیم، بسیار زیاد تنها خود احساس میکردم. برنامه گرچه پیش میرفت ولی کم بودید احساس میشد. شکر که به برنامه آمدی. امی که ما خودت دیدم با صبح ما بسیار خوب آغاز شد، برنامه تنها بودم. شکر که خودت دیدم دوباره بیننده ها و شنونده ها هم که صدای خودت از طریق رادیو میشنوند، بیننده ها که میبینن، بسیار زیاد من هم خوشحال هستم و شنونده ها شاید هم خوشحال باشن که خودت به برنامه آمدی. مننه کوم رحیمه جان، زه هم خوشحالم چې اوریدونکو او لیدونکو او همدارنګه در رحیمه جان سره به څنګ کې ما. اما کاشکې لږه روغه وې، خو بیا هم ومې غوښتل چې ستاسو سره، ځکه چې زه هم خپل مثلا دغه لیدونکو او رحیمه جان اوریدونکو ټول سره ډېره مینه لرم، نو نه غواړم چې په اسانۍ دیو پرېږدم. سلامت باشی هیله جان، ما هم خوشحال شدیم که خودت به برنامه داشتیم و با ای که بیننده ها خودت دیدن و خوشحال شدیم. خیر، انشالله صحت سلامت باشی. مریضی ها از کمک هوا یعنی تغییر کرده، از خاطر مریضی کمک زیاد تر شده. بالکل رحیمه جان، یهو هوا تغییر کرده دی، او ټول لیدونکو او اوریدونکو هم په دې مالی پویږي. هوا تغییر کړی او ډېرې مرستګانې را مېته شي، خصوصا زکام یو هم چې ریزش ډېر شوی دی. بله، به خاطر که هوا تغییر کرده، چون هوا کمک سردتر شده و مریضی ها مثل زکام، گلو دردی و یا زیادتر شده. انشالله شفای عجل بر خود تمام. رحیمه جان تر تا تو مریض شوی نیز ما خو حالت څنګه ښکاری تخپل څنګه؟ هیله جان ما شکر خدا خوب هستم دیگه، خدا کنه خودت هم خوب شوی بخیر. انشالله دیر امانه لکم، انشالله چې زر تر زر بخښم. او درنو کتون کو د ژوندون سهار خبرونه دا د نخنې کول شي تر لاسه په ژوندۍ باندې له ژوندون څخه وګورئ واورئ. او همدارنګه خبرونه کې هیله مومند او تر څنګ می رحیمه جان هم ناسته ده. او همدارنګه درنو کتون کو تاسو هم په تمه استئ چې نو خبرونه کې څوک یې او نو په خبرونه کې کوم موضوع یې تل مونږ هڅه کړې ده لیدونکو چې تاسو کله کله په خبرونه کې موضوع هم راو دوی و نوی موضوعی و خم موضوعی. او تر څنګ موږ هم هڅه کوو چې ستاسو لپاره میلمانه را وغواړو، چې هغه کسان چې زموږ سره په خبرونه کې میلمه کېږي یا موږ میلمه کوو، یو استعداد لري او همدارنګه یعنی ځینې هنرونه لري چې تاسو هم وګورئ او همدارنګه تاسو ته هم برهمن شئ. نو نن په خبرونه کې رحیمه جانې موږ موضوع هم ټاکلې ده، غواړم لیدونکو ته د موضوع په تړاو هم ووایم. نن موږ په خبرونه کې موضوع دروغ ویل یا هم دروغ دغه موضوع ټاکلې ده. او همدارنګه تر څنګ چې موږ موضوع ټاکلې ده، زموږ سره خپرونه کې میلمانه دي، اما واړه واړه میلمانه دي رحیمه جانې. اما با استعداد، بالکل وړتیا لري، ځکه هم خپرونه کې رابللې دي. او د دې تر څنګ چې د موضوع په تړاو به بیا هم یوه نیمه پوښتنه کوو، او همدارنګه زه او رحیمه جان به بیا هم غږیږو د وړو وړو میلمنو سره، به ترانې به ترې واورو، شعرونه به ترې واورو، نور چې د خپرونې ته ماشومانو ته سره وړي هغه به ترې هم واورو. نو درنو کتونکو نن زموږ سره په خپرونه کې ګلالي ماشومان بیا هم راسره دي، او دا چې څوک دي زموږ سره په خپرونه کې هر یو تن بیا په خپل حال معرفي کړي. بله دوستای عزیز، قسمی که هیله جان گفت مهمانای عزیز در برنامه داریم و همچنان موضوع برنامه ما دروغگویی است، یعنی دروغ است که دلیل دروغگویی چی است، چی ضررهایی داره. امروز موضوع برنامه ما است که ما هیله جان در موردش صحبت می داشته باشیم و همچنان مهمانای عزیز هم داریم در برنامه. بالکل بالکل. می خواهیم مهمانا را معرفی کنم که هر یکشان خودشان معرفی میکنن، اما پیش از اینکه خودشان معرفی کنن من می خواهیم معرفیشان کنم. اسمت جان، عثمان جان، فاطمه جان و مجتبی جان، سلام به همتان، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه ما. خودت خدا معرفی کن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الله استم شاگرد متعلم صنف دوم الف ما شاء الله لسيخ الشيخ عني كتاب تشكر اشما كمان را ببرنامه دعوت کرد. ډیره مننه کوم. شکر از خودتان چنان که به برنامه ما آمدید. عثمان جان سلام، صبحت بخیر. مایک بده به عثمان جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عثمان صافی هستم، مطالعه صنف دوم ب از مکتب لیسه خصوصی خانه کتاب. تشکر از شما من را به برنامه ایتان دعوت کرده. خوش میکنم، قابل تشکری نیست. تشکر از خودت که به برنامه ما حضور یافتی. فاطمه جان سلام، صبحت بخیر، خوش آمدی به برنامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فاطمه هستم، شاعر صنف سوم لیسه خصوصی خانه کتاب. تشکر از شما که من را به برنامه زیبایتان دعوت کردید. من حالا میخوانم یک درود. ماشاءالله. و مجتبی جان سلام، صبحت بخیر، خوش آمدی به برنامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من مجتبی از مکتب لیسه خصوصی خانه کتاب صنف دوم جیم. تشکر از این که به برنامه تا دعوت کردید. ډیر زیات مننه کوم. رحیم جان زبا هم متخرغ لاس و خبرونه ته استاد سوری سهار هم په خیر وي. اسمت جان خوش آمدی به برنامه. امروز به برنامه ما چی تو فاوردی؟ ماشاءالله. د خبرونه په دې شروع کې یعنی په لومړي سر کې به باید یو قرات هم واورو. میشنویم از اسمت جان یک قرات بسیار زیبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل الصافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ما شاء الله، جزاك الله. ديك كله. اوس نميرنا بيا هم يرشو. از اسمت جان. اسمت جان. اسمت جان تاويل سمسم كي ديم كي. ماي كبرشان بتن. د سیم په دواستی؟ آها د سیم په دواست اما ماشاءالله څو مخکلې قرائتي وکړو، څو مخکلې تلاوت یې موږ تاسو ته ووایم چې ماشومانو ته موږ ټولو ته وکړو. وختي که آدم قرائت هم میشنوه هیله جان، واقعا قلبش آرامش پیدا میکنه. یو سکون انسان ته ورکوي. که اسمت جان تلاوت کرد یه قلب های ما را آرامش بخشید. بسیار زیاد صدای مقبول داشتن در قرائت. چندم نمره استی اسمت جان د سیم؟ گروپ الف. یعنی مطلب دا چې په اول درجه کې راځي، درجه حوال می انشاءالله. او رحیم جان دا چې موږ د خبرونې موضوع هم نن درو درته چې درو په اړه ته هم یو څه ته وو یو څه پوښتنه دی وکړو څنګه. بله هیله جان، موضوع برنامه ما دروغ است. چی فکر میکنی اسم جان؟ دروغ گفتن یک کار خوب است یک کار بد است؟ کار دروغ، کار حرام است. کار حرام است، یعنی خراب کار، یعنی کاری خراب است. او دا راته وایي اسمت جانه چې خپله دې څومره دروغ ویلي دي په ټولګي کې کور کې چقدر دروغ ګفتي تا هیڅ دروغ نه ګفتي؟ ماشاءالله. ما خو از یک جای شنیدم گفت اسمت جان یک کم دروغ میگه زیاد نی، او خصوصا میگه نقل میکنه زیری میکنه باز یک کم دروغ میگه که اگر صحت شان خوب باشه میگه من مریض بودم نامده. نه مریض نبودم، به شکل مثلا دا خصوصا دا منگه مونه هم تیر شیم دست نور شاگردان چې کله کم ورځ مالی لال نشی خونزی تا بیا وای چې ما خو نیام بڑاوا یا وای چې زمانی کم بڑو نو دا خبری دیدی کنه دیر با یعنی طول دروغ یعنی بیا هم خجونده ایدی که بیا هم خجونده ایدی کورن نور گڑی بیا هم خجوندی خود بیچاره گان استه مړ مړ کینو کنه وځ دا مړلې هغه مړلې نو دا هم یعنی دروغ دی کنه. بله دروغ گفتن یک کار زشت است یک کار بد است که اسمت جان گفت ما دروغ نمیگم و ایرم یک کار ناپسند گفت. خب میم به عثمان جان. عثمان جان چی اوردی به برنامه ما؟ نات
درست بشر تاور پیشر و کار بو کاجم یا یتیم مولا پیدا کرم سمی پر محمد یا یتیم مولا پیدا کرم سمی پر محمد دا جلت وک میرا و ریلا و دین اغمیرا و ریلا الہ الا اللہ آگے دے پترانم لا الہ الا اللہ آگے دے پترانم محمد رحمت العالمین محمد رحمت العالمین کاربو کاجم تور کسپنو برابر کاربو کاجم کسپینو برابر متقیار پکی بہتر دیدی کی نشتا ذاتو کم محمد دا رحمت العالمین محمد دا رحمت العالمین محمد دا رحمت العالمین دستاینی صورت آیا پر محمد دورت آیا دستاینی صورت آیا پر محمد دورت آیا دستاینی صورت آیا پر محمد دورت آیا گلد گلد شکار وانا داغا وجدان ای قلم گلد گلد شکار وانا داغا وجدان ای قلم محمد دا رحمت العالمين محمد دا رحمت العالمين صدق الله ما شاء الله دير كله بله بسیار زیبا یک نت زیبا بود درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راضی چه دین هم درو په اړه مال سوو کنه بله جان عثمان جان خودت بگو دروغ چی یک قسم کار از کار خوب است کار بد است خودت در زندگی گاهی همه قدر که شدی دروغ گفتی؟ نخیر هیچ نگفتی؟ یکه همه خود گفتی؟ نه دروغی ندی ولی رای مجالی دو شاعری ما دروغی ندی ویلی کنه ما شاعر استم دروغ نگفتی ها؟ دروغی ندی ویلی او دستم کلا ندی شوی چی طولگی کستا سو امتیانی طول سرا ناست است امتیانم سرودم تیتکلی نو پا ورقی یا ویمچا پرچه منی او ته نقل وکي یا هم یو چا ته نقل ورکي ا به چې نه ما نه دې کړو ست زه خو نه کومه خیر ایت کور نه کوي نه ده شوی په څوم نمرې درته وایه او نمرې ماشاءالله اول نمره چی دین و نقل تی سرتیا نلریا بله هیچ جان کسی که دیگه لایق باشه اول نمره باشه چی نیاز است که نقل بکنه و از همه مهمتر نمیخوای به دیگران نقل بده نه بالکل حوزه که شغل یه دول رقابت کی کنه بله رحیم جان اید نور رقابت رقابت سالب است البته که نقل دهنده و نقل گیرنده هر دویشان دیگه ناکام هستن خب فاطمه جان خودت به برنامه ما چی توفا آوردی؟ فاطمه جان هم نات را ورده خبرانی تا بله یک نت زیبا میشنویم از فاطمه جان بسم الله الرحمن الرحیم مصطفی مصطفی مهربان با صفا سرور انبیا عشقی در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم مصطفی مصطفی عمریت اسم تو روشنای دلم مهربان با یتیم خلق خویت کریم میوزد در بهار عشق تو چون نزیم آجای دلم ای رسول خدا کوثر از دست تو نوشم ای مصطفی ای محمد امین ای محمد امین آفرین آفرین ماشاءالله فاطمه جان آفرین بسیار زیبا فاطمه جان به دا پوښتنه ما چې تاسو یو ټولګي کې سئ یعنی ټولګیوال سئ یا جلا جلا سیمپون کې سئ دا یک سیمپ استین کولیګی تا سیمپ جلا جدا جدا استین یا سیمپ دې استم سیمپ سی خو دې سیمپ سی استی
بچند من راستي نمري مومي بشك ولا نمري مومي است نمري مومي است فاطمه جان او فاطمه جان را برام بگو کدام وقت درو گفتی به خاطر که رحیمه جان یا عمومیه و لمره ده کنه هغه خو مثلا ډیر سو پویږي کنه چې مثلا دا کار خدي دا کار خنه دی کنه نو خپل څنګه کدام وقت درو گفتی با مادر با استاد با یک سیمفید ايش نه گفتی بعد از میگی یعنی اگه بگویم من پدرم میزنیم یعنی دروغ گفتن کار خوب نیست دیگه که پدر جانش گفته که کس دروغ بگه الله نمیبخشه بلکل هم دستی دیگه نه دروغ گفتن یا ویم چه دروغ ویلی دیرا خراب کردن ترا ترهی میگو تا چون دروغ ویلی دی هیلا جان بعض وقتا میشه که آدم دروغ بگویه ولی فکر نمی کنم که دروغ گفتن کار خوب باشه البته بعض وقتا قسمی که خودت گفتی زیادتر ما شما در مکتب بیبی جان خود پدر کلان خود از این که باش ما سرزنش نشیم یا غیرحاضری ما زیاد شده باشه یا کارخانگی نورده باشیم مثلا میگیم که مادر کلانم فوت کرده بود یا یک مشکل داشتیم در حال که یک جای تفریح رفته بودیم دیگه از او خاطر زیادتر در مکتب دروغ میگیم باش غیر حاضر نکنه استاد باش سرزنش نشیم بلکل بعض وقتا گفتیم آها نو شاگردان رو مخ کردیم در خبر آقا رسیم دو چیلا شاگردان هم بلا ورس کلا کلا تی دروغ نوایی نو آقا اخبال خواهی چه کار نده کنه منگا خواهر مخ کنو پویی دو اس پویی گو چه دروغ کار نده او رحیم جان بلا خبر داش استاد خبر پتایید مانی زن وقتو نکنه مثلا منگا چه خونزی که شاگردان نو اللہ نیام امراده اللہ نکم امراده نو یو توکا هم رایا دا شوغانم یا توکا دوستان سا هم شریک کم و شاگردان استاد سره نو یو راز یو شاگرد البته یو الکو په څنګه کې وسنی کو نو په لار باندې روان دي چیرته تلل نو په دې وخت کې دی الک چې دی خپل استاد لیدلې دي لار کې لري نه روان دي دې چې لیدلې دي نو ایستا دا الک چې دی کنه دا نکی چې دی دی الک ته ویلې چې پټ شې استاد دی راغې کنه پټ شې استاد راغې او ډیر وخت مکتب ته نه تلې نو دی الک ته ویلې چې نکا جان ته پټ شې ما ته ویلې چې نکا به مړ شې ما چې زما کنه نو ته پټ شې حاصل کی یعنی د سکی چې مثلا نیامې مړلې نکا مې مړلې او د سیو بل ټوکم ما نو هغه هغه یو الک وی همیشه به وی مکتب کې غیر حاضری کوله ښوونځي ته به نه راتو همیشه به غیر حاضر همیشه به غیر حاضر کله به چې پلار مې مړلې کله به چې مور مې مړله کله خور کله نیکه خو نه همیشه به دا باندې به کولې نو یو ورځ هغه استاد بیا دې په خاندان کې لکه چې څوک جوندي پاتې نه شو ټول مړه شي نو ځکه چې کله پلار مړ شي کله نیکه مړ شي یعنی دروغ کار نه دی باید دروغ نه ویل شي او ګیر کیږي په کې رحیمه جان انسان بله هیله جان واقعیت انسان شرمسار می سازد دروغ و ویژگی های افراد دروغگو را می خواهیم ببیننده ها بگوییم که چه ویژگی ها داره کسایی که دروغ میگن حالتشان زود کده عوض میشه یعنی تغییرات میده حالتشان تنفسشان زود تغییر میکنه و زود از جایگاه خود تکان نمیخوره میگه اینی که من تکان بخورم دیگه یعنی همگی سرم میفهمه که دروغ گفته عکس العمل زود نمیدن کلمات را که تکرار میکنن پس زود از یادشان میره کلماتی که میخواین تکرار بکنن در مورد دروغ گفته زود از یادشان میره و زود یعنی عصبانی زودتر میشه ای از جمله افراد دروغگو و ویژگی هایشان است که خواستم با بیننده ها هم شریک بسازم نو رحیمه جان دروغ دست دیدی چی تایی چو ویل کنه ورسا نیری چی ما دیدی چو ویدیو کنه بله ایرشی بی زود فراموش شد هیری یا وستا خبر عکس العمل نخی کنه خو رحیمه جان بیا زنی کسان داسی داسی جدی دروغ وای چی تایی با صد پی صد هم دا خبر سایی زنی وقتونه زنی کسان چی دروغ وای کنه یا موسکا خاندی کنه اگه چلن یو دولی نو انسان پویی گیش دا دروغ وای اتوقی که یا وغیره وغیره اما زنی وقتونه داسی همی چی دیر جدی وای تیز نفیگیش تایی چی هم دا غدانو صحیح دقیقه دی هیله جان هم قسمه که خودت گفتی بعضی اشخاص یکقدر به دروغگویی عادت کردن که همو گپای دروغشان هم دیگه ات فکر میکنی که راست گفته دیگه دل کلم دستی ده او هم دارنگا یو بل گلاله ما شما هم لرو داغینا با هم واو رو شد چیره وری بیه دمه لرو مجتبا جان به برنامه ما چی آورده از مجتبا جان میشنویم نتا میشنویم از مجتبا جان نام تو را شنیدم وصف تو را بدیدم در همه خلق جهان مثال تو ندیدم شاه رسولان تویی محبوب سبحان تویی خاتم تو جبرائیل صاحب قرآن تویی یا رسول الله
از همه کس بهترین یا رسول الله، تو شفیع المسلمین یا رسول الله، کاش ببینم روی تو کمان ابروی تو، بت‌های کعبه همه افتیده در پای تو یا رسول الله، از همه کس بهترین یا رسول الله، تو شفیع المسلمین یا رسول الله. ماشاءالله، آفرین. او رحمه جانې د مل روح د دمینه مخکې به یو پیغام واخلو، البته د ټولو په نمایندګۍ به یو کس پیغام وړاندې کړي. دا به څوک وي؟ خب تشکر ازی که به برنامه ما آمدین. به نمایندگی تمامتان، یک نفرتان پیامتان به بیننده های ما بگوین که چی پیام دارین به دوستایی که شما را میبینه. مصطفی جان چی پیام داری؟ کسایی که تو را میبینن برشان چی گفتنی داری؟ چی میگی برشان؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر که من را دعوت کردی. دیره مننه کم، دیره سازنه هم دیره مننه کم دا چه تکلیم مویسو خفروانی تراله دیره مننه کم. رحمت جالی داما پا واخلو درنو کتون گوست همی ولند دامال رو بیر تا دامینا را گردوز مکسر پاتشه.